در دوره مشهور شدن ایده های روشنگری یکی از نمایندگان ادبیات آذربایجان میرزا شفی واضح بوده است. میرزا شفی واضح در شهر گنجه به دنیا آمده است. پدر او معمار دربار شاه ایالت گنجه جواد شاه بوده است. خودش هم منشی دختر جواد شاه خانم پوسته بود، مثل منشی کار کرده بود. ولی پس از اینکه جنگ های روسی و ایران آغاز شده بود، دختر جواد شاه به ایران کوچ کرده بود. از این سبب میرزا شفی وازه کارش را هم از دست داده. برای این در نزدیک مسجد شهر گنجه آموزش داده بود. خودش هم استاد زبان فارسی بوده و خوشنویس هم بوده که خط نستعلیق را خیلی خوب دانسته است. و یکی آنجا هم یکی از استادان اولین آدم فرهنگ دوست ادبیات آذربایجان میرزا فتحعلی آخونزاده هم بوده است. و پس از مدت با کمک میرزا فتحعلی آخونزاده، یعنی شاگردش، در شهر تبریز به کار کردن شروع شده است مثل استاد زبان فارسی. آنجا هم سال 1844 شورای شعر دیوان حکمت را ایجاد کرده بود. رهبر این شورای شعر بوده و یکی از نمایندگان این شورای شعر شاعر آلمانی فریدریخ بودنشتت هم بوده است که فریدریخ بودنشتت همه اشعار میرزا شفی وازه را نوشته و پس از بازگشتن اروپا به کشور فرانسه همه آنها را چاپ کرده بود. و به زودی همه اشعار میرزا شفی وازه خیلی مشهور شده بود. برای اینکه در اروپا یعنی برای مردم کشورهای اروپا، کشورهای مشرق زمین خیلی جالب شده بود و هم برای اینکه اشعار میرزا شفی وازه مثل سبک عمر خیام نوشته شده بود. و میرزا شفی وازه همه نغمه های میرزا شفی وازه به زبان های بیشتر کشورهای اروپا و حتی زبان یونان باستانی هم ترجمه شده بود. در آلمانی، کشور آلمانی، بر اساس شعرهای میرزا شفی وازه آهنگ عاشقانه هم نوشته شده است.